به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامی. خب در این جلسه قصد داریم به بحث مدیریت ریسایکل بین یا همون سطح بازیافت بپردازیم و یک سری نکات در مورد ریسایکل بین بگیم و همینطور نحوه در واقع خالی کردن ریسایکل بین از طریق پاورشل. مزیت های بسیار خوبی داره از طریق پاورشل. وقتی یه سندهای خیلی زیادی توی ریسایکل بین شما ذخیره میشه، حالا میرسیم که چند تا ریسایکل بین داریم و چطور اونا رو مدیریت میکنیم، ولی وقتی سندها خیلی زیاد میشه بخوایم پاک کنیم، گرفتاری داریم مقدار و بعد انتخابشون کنیم و پیج پیج و بعد اینجا با یه دستور پاورشل در واقع میتونیم کل اسناد قرار گرفته در ریسایکل بین رو به صورت کامل پاک کنیم، هم از ریسایکل بین اول هم ریسایکل بین ادمین. پس دقت کنیم، این بحث جالبی است. دستوراتی هم که اینجا من اجرا میکنم تو پاورشل داخل کانال تلگرام و کنار این آموزش در آینده قرار خواهم داد. خب بیایم ببینیم اصلا ریسایکل بین چیه. من یه توضیح سریع بدم بعد بریم سراغ اصل موضوع. ببینید، ضمن این بحثی هم که میکنم دا داخلش رپوینت 2022 2019 2016 2013 همه اینو یکسانه، یعنی کاربرد داره، مخصوص ورژن 2022 نیستش، چه موارد داخلش بوده چه دستور پاورشلش. خب ببینید دوستان، ما یک سایت شرپوینتی داریم از هر نوعی که میخواد باشه. من اینجا در داخل داکیومنت لایبرری خب یک سری سندهایی رو قرار دادم و اینجا میدونم ذخیره کنم. چه سند باشه، چه آیتم های داخل لیست باشه، چه پیج باشه، فرقی برای ما نداره. ما هر آنچه که در داخل محیط شیرپوینت دیلیت کنیم منتقل میشه به ریسایکل بین. حالا من اینجا نمونه رو به عنوان سند آوردم، داکیومنت ها رو آوردم، ولی لیست آیتم هم میتونه باشه، خود لیست هم میتونه باشه، هرچی که دیلیت بشود میتونه باشه. اگر من بیام داخل سیتینگ سایت کانتنت، الان ریسایکل بینمون رو اگه ببینیم میبینیم که داخل چیز خاصی نیست. اینجا ببینید ریسایکل بین صفر آیتم، میام داخلش، اینجا هیچ آیتمی وجود نداره. خب من میام اینجا، اولین بحث بذارید اجازه بدید بیام داخل سایتم، میام داخل داکیومنتس. الان ببینید من یوزری که هستم همون یوزر ادمینم هست، میتونه یوزرهای دیگه باشه، یعنی یوزرهایی باشه که اصلا دسترسی کاملا در واقع ممبر باشن، که قابلیت دیلیت داشته باشه و نیازی که بس ادمینی باشه، یوزری که توی شیرپوینت هست رو عرض میکنم. ولی برای اجرای دستور پاورشل تو قسمت های بعدی حتما باید بر روی سرور خود شیرپوینت به صورت در واقع ادمین بیاییم و دستورات اجرا کنیم. اما اینجا یوزری که تو شیرپوینت، تو محیط شیرپوینت هستیم، توی سایت هستیم، دسترسی فقط کافیه باشه که دسترسی دیلیت داشته باشه، مثلا ویور نمیتونه باشه چون اصلا دسته دیلیت نداره، که حالا بخوایم بحث رو اون یوزر توضیح بدیم. خب به هر شکل ما الان داخل کتابخونه داکیومنتس و یه سری سند داریم. من میام تعدادی از این اسناد رو انتخاب میکنم و حذف میکنم، دیلیت میکنم. منطق شیرپوینت به صورت پیشفرض به این شکله که وقتی ما اسنادی رو داخل از هر جا، چه ردیف چه اسناد، حذف بکنیم، در واقع از اون مبدأ دیلیت میشه و منتقل میشه به ریسایکل بین. مثل ساختاری که ویندوز داره، به صورت پیشفرض اگه سند رو حذف کنید میره تو ریسایکل بین. خب اگه من بیام اینجا تو سایت کانتنت داخل ریسایکل بین، ببینید اینجا گفته که 5 تا آیتم داخلش قرار گرفته. اگرم بیام داخل ریسایکل بین، اینجا 5 تا آیتم رو میبینم. داریم میگیم که توسط داره میگه توسط چه یوزری حذف شده و تاریخ حذفش کی. حالا اینا همه با هم حذف شدن، یه طبیعتاً یک تاریخ رو میاره و اینکه مبدأش کجا بوده، از کجا حذف شده. خب من یوزری هستم که این اسناد رو حذف کردم. الان اگر من بخوام این اسناد رو کلن حذف کنم، باید چیکار کنم؟ میخوام مثلا میخوام برم توی ریسایکل بین ویندوز سندی رو حذف کنم، کلن دیگه وجود خارجی نداشته باشه. یوزری که در داخل سایت هست میتونه بیاد و سندایی رو که میخواد انتخاب کنه، یا کلا بیاد گزینه امتی ریسایکل بین رو بزنه.
اگر این کار رو بکنه کلیه اسنادی که این یوزر هست در داخل آدرس های کلوین از سمت اون قرار گرفته، در واقع آدرس های کلوین اون کاربر حذف میشه. دقت کنید دارم میگم آدرس های کلوین کاربرمون حذف میشه. خب من اینجا میام امتی ریسایکل میبینیم همه انتخاب کرده، باز میتونیم در واقع از ساعت انتخاب همه رو خارج کنیم، میگیم چی؟ دیلیت. اگر ریستور رو بذاریم بر میگرده از همونجا که حذف شده، خب در واقع آندو میشه دیلیت ما. اما اینجا میام دیلیت رو میزنیم. اینجا داره به شما چی میگه؟ میگه مطمئنی که از ریسایکل بین اند یوزر میخوای حذف بشه؟ میگیم بله. خب این یوزر معمولی بود فرض کنیم، خب این سایکل خالی شد دیگه، دیگه از اینجا به بعد دسترسی کاربر به ریسایکل بین و دیتای داخلش به دیتای داخل ریسایکل بین قطع میشه اگر واقعا حذفش کرد. اما شیر پوینت یک پلن بی برای ریسایکل بین در نظر گرفت. اون چیه؟ میگه سطل بازیافتی که اینجا یوزرها میبینن، یوزرها که با سایت کار میکنن میبینن، چه ویزیتور، چه ممبر، چه اونر، این ریسایکل بین در واقع اند یوزر ریسایکل بینه. یوزرها باش کار میکنن ولی اگه از در واقع از این ریسایکل بین حذف کنن، دیتا هنوز در داخل سایت شرپون وجود داره و حذف نشده، منتها دسترس این یوزرها خارجه. خب حالا اگه حذف نشده کجا رفته؟ از اینجا به بعد ما یک ریسایکل بین دیگه داریم به نام سکند استیج ریسایکل بین. ریسایکل بینی که مخصوص ادمین سایت هست. دیگه اون ریسایکل بین یوزرهای معمولی نمیبینن. خب الان من حالا با ادمین سایت اومدم وارد شدم، طبیعتا با همین یوزر هم میتونم اون ریسایکل بین دومم ببینم و یوزرهای معمولی اینجایی که الان ما میخواییم بریم و کاری که انجام خواهیم داد رو نخواهند دید. خب حالا بعد از اینکه از اند یوزر ریسایکل بین دیتا حذف شد کجا رفت؟ گفتیم میاد داخل ریسایکل بین ادمین. ما این قسمت پایین گزینه‌ای داریم به نام سکند استیج ریسایکل بین. این ریسایکل بین دومی هست که اسنادی که ریسایکل بین اول یا همون اند یوزر ریسایکل بین حذف می شود منتقل می شود به سکند استیج ریسایکل بین که فقط سایت ادمین می تونه این ریسایکل بین رو ببینه. الان من ادمین این سایت سایت کالکشن هستم که می تونم این رو ببینم. یوزرهای معمولی، ممبر، ویزیتور و ویور و اینها این رو نمی تونن ببینن اینجا. تا پایین ریسایکل بین جای دیگه. فقط برای ادمینه. چرا؟ ادمین سایت ادمینستریتور در واقع میتونه ببینه چه یوزرهایی چه اسنادی رو حذف کردن و اگه تشخیص بده میتونه اونها رو برگردونه. حالا ببینیم به چه شکل. ما میایم بر روی این سکند استیج ریسایکل بین کلیک میکنیم. خب اینجا اسنادی که من قسمت قبل از ریسایکل بین اند یوزر پاک کردم اینجا اومده، داره میگه که تاریخ حذفش، کی دیلیت کرده و مواقع اورجینال لوکیشنش چی بوده. یه نکته اینجا مهمه، من اگه بیام از اینجا سند رو حذف کنم، یعنی ادمین بیاد اینها رو حذف کنه یا اینکه بیاد ام تی سایکل بین رو بزنه با همه انتخاب بشن و دیلیت رو بزنه، دیگه به هیچ عنوان در واقع این اسناد از داخل شیر پوینت قابل بازگشت نیستن. اینجا ببینید داره به شما این پیغامو میده، شما دیگه قادر نخواهید بود اونها رو ریستور کنید. درست شد؟ خب اما اگر اینجا این گزینه ریستور رو بزنی برمیگردید به محلی که ازش در واقع دیلیت شده، یعنی یه یوزر این سند رو پاک کرده، یه در واقع ادمین میتونه بیاد اون رو ریستور کنه به محل اصلی. خب اگر من بیام اینجا حذف کنم چه اتفاقی میفته؟ کلا حذف میشه. اینجا دیگه کلن دیتای ما حذف شد. اینجا داریم میگه که دیگه آقا هیچی دیگه اینجا وجود نداره، چون رو این کلیک کردم داخلش هستیم دیگه. خب این از منطق در واقع ریسایکل بین در داخل شیر پوینت. اما مبحث بعدی اینه، اگر ما خب این منطق رو تغییر بدیم داخل شیر پوینت بعد چیکار کنیم؟ اصلا تنظیماتش کجا هست و چطور میتونیم اونها رو تغییر بدیم؟ برای اینکه بتونیم تنظیمات ریسایکل بین توی سایت های خودمون تغییر بدیم، اول اینکه هر کسی نمیتونه این کارو بکنه،
در واقع شیرپون ادمینیستریتورتون این کار رو انجام میده، ادمین اصلی شیرپونتتون، اون کسی که به پنل سنترال ادمینیستریشن دسترسی داره فقط میتونه این کار انجام بده. خب برای این کار من میام داخل، الان داخل سرور شیرپونت هم هستم، من میام در واقع داخل شیرپونت سنترال ادمینیستریشن که اینجا من پنجرهش رو باز دارم. خب میام داخل منیج وب اپلیکیشن، یعنی که میام اپلیکیشن منیجمنت، منیج وب اپلیکیشن، اینجا میگه منیج وب اپلیکیشن. خب اینجا برای اون وب اپلیکیشنی که میخواییم سایت های داخل اون وب اپلیکیشن تنظیمات ریسایکبلشون رو عوض کنیم، میام برای اون کلیک میکنیم. خب میدونستیم وب اپلیکیشن مجموعه دی مجموعه تنظیماتیه و مبنای اون تنظیمات سایت کالکشن های مختلف ساخته میشن با دیتابیسی که تو وب اپلیکیشن ساخته و تنظیمات آی ایس و اینا، و داخل اون سایت کالکشن تعداد زیادی سایت میتونه داشته باشه. خب این همون وب اپلیکیشنیه که ما دیفالت داشتیم و سایتمون هم تو همون وب اپلیکیشن قرار داره، سایت کالکشنی و یک تاپ لول سایتی که همین سایت یک ما هست داخل همین وب اپلیکیشن. خب اینا رو انتخاب کردیم، میام تو قسمت جنرال سیتینگز، جنرال سیتینگز در واقع هم اسم منو جنرال سیتینگز هم گزینه اولش. خب میام پایین تر اینجا رو ببینید دوستان، یه گزینه داریم بینام ریسایکلبین، به صورت پیشفرض داره میگه که آقا جان اول ریسایکلبینش فعاله، ما میتونیم کلن این فیچر ریسایکلبین رو آف کنیم. اگر این کار رو بکنیم چی میشه؟ میگه اگر این کار رو شما انجام بدی، اول اینکه تمام اسنادی که قبل از این عملیات شما تو ریسایکبین هستن اونا حذف میشن، اون هیچی. دو اینکه دیگر از این به بعد سندهای شما بعد از دیل حذف توسط کاربران داخل ریسایکبین ذخیره نمیشن، کلن در واقع حذف میشن. خب این معمولا آیتمی نیست که میبین آف کنیم، مگه اینکه حالا سرور دیولوپی داشته باشیم از خودمون باشه، والا خیلی دلیلی من نمیبینم برای این کار. خب پس ولی میتونیم چنین کاری انجام بدیم. خب ببینید دوستان، توی ریسایکل بین تو شرکون به صورت پیشفرض ویندوز هم تنظیماتو داره دیگه، به صورت پیشفرض میگه اگه تا سی روز اسناد داخل ریسایکل بین بمونه، بعد روز 31 دیلیت میشه اتوماتیک اون سند از تاریخ ریسایکل بین حذف میشه. ما اینجا میتونیم تعداد روزا رو تغییر بدیم، مثلا بگیم 30 روز زیاده، بکنیمش 10 روز، بکنیمش 60 روز، ولی معیار ما دیز هست روزه، نمیتونیم بگیم ساعت و ماه و اینا، روز معیار مقیاس روز کمتر رو نداریم. اما میتونیم بگیم هرگز دیلیت نشه، یعنی سندی که رفت تو ریسایکل بین این اند یوزر ریسایکل بین ها. خب این تنظیمات اولی رفت توی ریسایکل بین هیچ وقت پاک نشه، مگه اینکه یوزر بره خودش به صورت دستی مانوئل این رو پاک کنه، کاری که ما توی قسمت اولی ویدیو انجام دادیم. خب حالا این دیگه بستگی داره دیگه، حالا اهمیت اسناد شما توی سازمان تعیین میکنه که اینو بذاره رو نوه. یه وقت اشتباهاً یک یوزر سندهای مهمی رو حذف کرد و شاید یادش هم نباشه، ما بعد 2 ماه هم بتونیم بریم و اون رو در واقع برگردونیم داخل محل اصلیش. اما بریم سراغ سیکند استیج سایکل بین. ببینید اینجا ما دیگه آن و آف در واقع به اون معنای بالا نداریم که بگیم اصلا کلا ریسایکل بین حذف شه. این گزینه آف میگه ریسایکل بین دوم در واقع ادمین ریسایکل بین آیا حذف بشود یا نه، یعنی وقتی ریسایکل بین اول سند قرار گرفت و حذف شد دیگه حذف بشه. این گام سکن استیج ریسایکل بین در واقع دیگه برای ما وجود نداشته. اینجا توضیحی داده، میبینید اینجا داره میگه که آقا این سیکن در واقع برای این آیتم در واقع کارش اینه و اینجوریه، بالا هم توضیحش رو داده. اما یه گزینه داره اینجا، داره میگه ما فضایی که اختصاص میدیم به سیکن استیج، چون سیکن استیج ببینید شما مثلا سایت شیرپونتی شما 1000 تا یوزر داره، همه یوزرها میان سندهای رو دیلیت میکنن میان توی سایکل بینشون، اگر این یوزرها بیان اون سندها رو دیلیت کنه همه اون دیلیت شده های یوز اند یوزر
ریسایکلبین رو میاد داخل سیکن استیج ریسایکلبین. خب برای همین این مهمه که فضایی که حجمی که بهش اختصاص میدیم، این داره میگه 50% فضای در واقع سایتمون رو حد اکثر اختصاص بدیم به در واقع این سکن استیج سایکل بین. خب اینو ما میتونیم کلا سکن استیج رو آف کنیم، یا یعنی اینکه بیایم نه به این شکل باشه. این هم تنظیماتی که اینجا برای ما قرار داره. کلا تنظیماتش رو دیفالتش بهترین گزینه هست، اگه تغییرش ندیم اتفاق خاصی رخ نمیده. اما تو قسمت بعد حالا بریم ببینیم، فرض کنید 100,000 تا سند شما میایید ببینید تو ریسایکل بینتون، حالا چه ان یوزر ریسایکل بین چه سکند اس ریسایکل بین وجود داره، اینا رو میخوایم حذف کنیم. خب اینو بعد ما چی کار کنیم؟ خب اما بریم سراغ نحوه حذف اسناد از طریق پاورشل. ما این نکته اینجا اضافه کنم، ببینید ما الان تو تنظیمات وب اپلیکیشن هستیم، یعنی کل هر تنظیمی که اینجا اعمال کنیم بر روی کل سایت کالکشن های این وب اپلیکیشن و تمام سایت های زیر مجموعش اعمال میشه. اینو حتما دقت داشته باشید تو پروژه های عملیاتیتون. اگه سایت کالکشن های مختلف برای واحد های مختلف دارید، اگه میخواید فقط روی سایت روی یک سایت های یک اداره تنظیمات اعمال کنید، از اینجا اعمال نباید بکنید. این نکات رو باید در نظر داشته باشید. خب این از این. اما ما بیایم و برگردیم داخل سایتمون. خب این سطح بازیافت مرحله دوم یا سطح بازیافت ادمی یا همون سیکن استریس که ببینم بنده توضیح دادم، من میام اینجا داخل داکیومنتس یه سری سند دیگر رو انتخاب میکنم و دیلیت میکنم. خب طبق تعریفی که من گفتم و منطقی که تو شیرپوینت هست، اینها کجا میره؟ میره داخل ریسایکل بینمون دیگه، اندیزه ریسایکل بین اینجا. و هر تعداد از این یوزر رو، این اسناد رو، این اند یوزر از اینجا پاک کنه، میره توی سطح بازیافت مرحله دوم مسکن استیج ریسایکل بین. خب من یه تعدادش هم میبرم اونجا. چرا این کارو کردم؟ میخوام همینجا سند داشته باشم. توی اند یوزر ریسایکل بین، ریسایکل بین اول، هم توی ریسایکل بین مرحله دوم. میبینید اونه که اون از ریسای کبین اولا حذف کرده اینجا اومد. خب از اینجا به بعد ما باید بریم سراغ پاورشل بر روی سروری که شیپونت بر روی اون نصب داریم. خب مثل همین سروری که داخلش هستیم، تا اینجا خب این روی وب بروزرمون توی سیستم کلاینت اجرا میشد، ولی از اینجا به بعد و همین تو قسمتی وب اپلیکیشن در واقع وارد شد تو سنترال، بر روی سرور شیرپوینت باید انجام بشه. خب پنل سنترال چون دسترسی نداریم از بیرون بهش، پورت‌های رو معمولا اختصاص میدیم که فقط از داخل خود شیرپوینت سرور بهش دسترسی داشته باشیم. و پاورشلی هم که ما نیاز داریم، پاورشلی هستش که بر روی سرور شیرپوینتمون نصب هست، نه پاورشل معمولی. بر روی این پاورشل هم میتونیم اجرا کنیم، ولی در صورتی که اجرا میکنیم قاعدتا نیاز داره به وجود شیرپوینت. خب ما میام اینجا، هم میتونیم شیرپوینت منیجمنت شر رو اجرا کنیم، همین که میتونیم بیایم شیرپوینت پاورشل ISE. چرا ما میام سراغ ISE؟ چون که محیط ادیتور بهتری داره، راحت تر میتونیم باش کار کنیم و اینا خروجش فرقی نمیکنه. من میام اینجا ران از ادمینستریتور میزنم، وارد این محیط میشم. در گام اول برای اینکه ما بتونیم دستور پاورشلمون رو، اینا رو بذاریم مینیمایز کنم، دستور پاورشل شیرپوینتمون رو در داخل پاورشل ویندوز اجرا کنیم، یعنی بفهمونیم بهش که این دستور رو اجرا کنه، بعد بیایم و در واقع اون استپن مورد نیاز رو وارد کنیم. به چه شکل میام این کار رو میکنیم؟ خب شما قبلا این کارو کرده باشه، حالا این هم حالا من مجدد توضیح میدم. ببین بالا چه اینجا بنویسیم چه اینجا تفاوتی نمیکنه. اینجا در واقع میتونیم بنویسیم قسمت قسمت اجرا کنیم و ذخیره کنیم، اینجا میتونیم بنویسیم و در جا اجرا کنیم. در نهایت هر چی که اینطور مینویسیم اینجا اجرا میشه و
نتیجه رو خواهیم دید. خب من میام میگم چی؟ بذارید بالا بپرسیم. میام میگم چی؟ میام میگم at PSS tapping. خوب دقت کنید، بذار بزرگترش کنم. میام میگم microsoft.sharepoint.powershell. چرا این کارو میکنیم؟ چون دستورات پاورشل و شیرپوینت اون از این به بعد بتونیم تو پاورشل ویندوز بنویسیم. microsoft.powershell.sharepoint. خب معذرت میخوام، microsoft.sharepoint.powershell. خب تو این محیط اگر قسمت قسمت اجرا کنیم، یعنی هایلایت کنیم و ران رو بزنیم، همون قسمت هایلایت شده رو اجرا میکنه. کل رو بزنیم، کلش رو اجرا میکنه. خب از این به بعد ما دیگه دستورات پاورشل شیرپوینت رو اینجا میتونیم به راحتی اجرا کنیم. اگر اینو ننویسیم دستور رو اجرا کنیم، دستور رو نخواهد شد، به ما خطا میده. خب الان من میخوام بیام و ریسایکل بین یک در واقع سایت کالکشنی رو در واقع بیام و دیلیت کنم. درست شد؟ در واقع یک سایت تو شیرپوینت دارم و میخوام اون رو بیام و ریسایکل بینش رو دیلیت کنم. خب چیکار میکنیم؟ این دستور رو من میخوام تایپ کنم، چون تو کانال هم میخوام قرار. اول باید ببینیم چه سایتی هست. پس ما اینجا یه کامنتی میذارم، میگیم تعریف چیزو بدید، اینجا میگیم define مثلا سایت یو آر ال. خب حالا فارسی میخواستم تایپ کنم، ویندوز فارسی نداشت دیگه. حالا میام یه متغیر تو پاورشل تعریف میکنیم به این شکل، متغیر تو پاورشل با دلار تعریف کنیم. مثلا میگیم مثلا سایت یو آر ال، مقدارش رو چی میدیم؟ همون آدرس سایتی که در واقع میخوایم اسناد پاورشلش رو حذف کنیم. خب میام اینجا به این شکل، تا اینجا همه چی مرتبه. خب اگر من این دستور رو اجرا کنم، میبینیم اینجا خطایی به ما نمیده، این تعریف شده. حالا اگه بیام همین یه دیکر رو، خود متغیر رو اجرا کنم، اینجا داره به ما میگه آدرسش اینه، یعنی درست کارمون انجام دادیم، یعنی ولیوشو داره میگه. خب اما بیایم یه متغیر دیگه تعریف کنم برام، مثلا سایت. حالا من توی دوره پاور یوزر فرق سایت و وب رو گفتم. سایت کالکشنی مجموعی از سایت ها هست که یک تاپ لول سایت اصلی داره، سایتی که خود سایت کالکشن در واقع توش تعریف شده، یعنی واقع اون سایتی که با آدرس سایت کالکشن هست، و یه سری سایت های زیر مجموعه. خب که به اونا ما میگیم وب، اسم وب. خب به هر شکل میگم یه متغیر تعریف کنم، اسمو دلخواه ها، سایت یو آر سایت و اینا میتونیم بذاریم مای سایت، هرچ دستوری داریم به نام گت اس پی سایت. من میگم چی؟ get sp site. هر جا تو دستور دادیم get یعنی چیزی ما ارائه میده، هر جا دادیم set یعنی ما باید مقداری بدیم، مقدار رو آپدیت کنیم. خب میخوایم در واقع سایت کالکشن این آدرس رو به دست بیاریم، میگیم get sp site site url. خب اینجا من اینجا بذارید کامنت بذارم، میگیم connect to site. خب اینو من اجرا میکنم، دستورم در حال اجرا هستش. پیج ما تا قبل از اتمام خودتون دستی این استروپ رو نمیزنید، باید صبر کنید تو دستور کامل اجرا بره و خط فرمان آزاد بشه، یا اجرا میشه دستور جدید تایپ میکنه، یا اینکه ارور میده. به هر حال بلا تکلیف نمیمونه این. خب الان دستور ما اجرا شد. حالا من اگه بیام مجدد این پارامتر در واقع این وریبلمون رو ران کنم، فقط خودش رو ران کنم، خب این توش چیه؟ اینجا ببینید به ما داره میگه که یک سایتی با این URL با این نسخه میکنم لول 15. خب اینو من توی پاور یوزر گفتم یعنی چی، مفاهیم تو ادمین پاور یوزر گفتم دیگه، نمیخوام خیلی کشش بدم.
به حال چک کردیم ببینیم آیا درست اینجا انجام شده یا نه. خب البته انجام نشده به ما خطا میده، اما تا الان ما فهمیدیم که این پروژه ما تو چه سایتی هست، آدرس در واقع سایت کالکشنش رو به دست آوردیم. حالا میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم بریم برای سایت کلیپینش رو به دست بیاریم. من بیام اینجا یه دونه متغیر دیگه تعریف کنم، مثلا میگیم سایت ریسایکل بین، مثلا ریسایکل بین مثلا چون پیچیدش بود ریسایکل بین درست نوشتم ریسایکل بین، امیدوارم درست نوشته باشم دیگه ذره. خب مساویه با چی؟ میگیم سایتمون، سایتمون تو چی بود؟ همون متغیره سایت. میگیم سایتمون چی؟ اینجا میگیم دات ریسایکل بین. اینجا ببینید یه پنجره اینتلیسنسی میاد، میگیم دات ریسایکل بین. خب حالا من میام اینم اجرا میکنم ببینیم تا اینجا چطوره. میتونیم همه رو تایپ کنیم یه جا اجرا کنیم، هیچ مشکلی نیست، من چون دارم توضیح میدم دخوام پله پله برن جلو. خب این دستور رو اجراش، حالا اگه بیایم ببینیم توی این متغیر چی داریم اینو اجراش میکنیم، ببینید تمام آیتم هایی که توی ریسایکل بین ما الان قرار دارن اینجا اومده. داره میگه تو چه وبی، وب اون سایت های زیر مجموعه سایت کالکشن هستن. این اسپی سایت کلا وقتی میگیم گت اسپی سایت یعنی سایت کالکشنش رو بگیریم، سایت مادر رو بگیریم. اگه بخوایم بگیم سایت که داخلش پروژمون هست در واقع میگیم گت اسپی وب. خب اسپی وب با اسپی سایت فرق داره، اسپی سایت شامل اسپی وب های مختلف هست. این سایت هم که ما داخلش هستیم خودش اسپی وبه و یه اسپی سایت هم داره، چون تاپ لول سایت و سایت کاشن خودش میشه اسپی سایت. حالا با اینا کار نداریم، خیلی خودمون رو درگیر این موضوعات نکنیم. اطلاعات داخلی سایت کلو من میگه، داره میگه این تصاویرش این وب در واقع داره تو این سایت 19.pst دیاتون 1 تا 20 pst بود اسم فایلمون، این فایل تو این آدرس این یوزر دیلیت کرده و وضعیت هر آیتم جدا جدا آورده. خب برای حذف یک جای تمام اطلاعات ریسایکل بین ما این دستور خیلی ساده دارم، من میگیم چی؟ ریسایکل بین دیلیت آل. ببینید ما اینجا میگیم ریسایکل بین متغیر که برای ریسایکل بین تعریف کرده بودیم دات دیلیت آل. دیلیت آل که میکنیم یه متدیه که به این شکل در واقع با عادت سی شارپ هم سیمیکالون گذاشتم، دیلیت آل که بزنیم کل سند در واقع اطلاعات داخل ریسایکل بین ها حذف میشه. دارم میگم کلن حذف میشه، نه اینکه به توی سکند ریسایکل بین، از تمام ریسایکل بین ها کلن حذف میشه. و میتونیم یه میگیم دیلیت، اینجا که دیلیت رو بذاریم، ببینید دوستان دیلیت رو بذاریم یا میتونیم بگیم بر اساس آیدی بیا مثلا یه سندی رو با یه آیدی خاص دیلیت کنیم. حالا این خیلی اینجوری به کار ما نیاد، اگه بخواید دونه دونه سند ها رو با آیدی حذف کنیم میتونیم از یه حلقه فوریش استفاده کنیم، حالا کاری باهاش نداره. یه شرطی بذاریم که اگر اونهایی که مثلا برای وب سایت فلان بودن رو بیا حذف کن، ما خیلی اینجا رو نمیخوایم اینو سختش کنیم. میام میگیم گزینه دیلیت آل، من می‌خواستم این سر نخو بدم، خودتون میتونید این کد رو خیلی کاستومایز کنید. بیاید اینجا مثلا بر اساس ستون وب بیان بگید مثلا برای یه سایت خاص رو پاک کن، فایل هایی با فرمت خاص رو پاک کن. خیلی میتونیم با این دستور بازی کنیم، خیلی کارهای جالبی میتونیم بکنیم. اگه ادمین یک شرپونت بزرگ توی یک سازمان باشید خیلی این مدل کار به درد شما میخوره. من میگم دیلیت آل. خب اگر اینو اجرا کنم چه اتفاقی میفته؟ حذف شد تمام اطلاعاتمون توی ریسایکل بین حذف شد. و بعدش هم میگیم چی؟ میگیم سایتی که در واقع این اجرا شده میگیم دیسپوز بشه. اوکی خب بعد از اجرای این دستور ببینیم، حالا بریم یه سری بزنیم به سایت هامون ببینیم چه اتفاقی افتاد. اگر من بیام اینجا اول از اندیوزر ریسایکل بین شروع کنیم، میان تو ریسایکل بین یوزر هامو میبینیم اینجا پاک شده، تمام ریسایکل بین های داخل اون داخل وبسایت های داخل اون سایتمون که آدرسش رو نوشتیم
کلن امتی شد. اگر بیام داخل در واقع سای کبین دوم شید، اون هم پاک شد. نکته مهم اینه ما وقتی این دستور رو اجرا میکنیم یه وقت نگیم اینو دیلیت کنیم میره توی سای کبین دوم، هر چی هر جا تو هر سای کبینی هست دیلیت میشه، چه سای کبین اند یوزر چه سای کبین اتمی سای کبین دومه. پس اینو باید در نظر داشته باشی. تاکید میکنم این برای مواقعیه که ادمین سیستم بیشتر بخواد یک سری سایت های خاصی رو مثلا سایت کبیناشون رو مدام مدیریت کنه، پاک کنه، مثلا دیلیت زیاد میکنه، یا حالا میخواد مثلا ریسیت کنه از این ایه تاریخی به بعد، یا اینکه میخواد کلن سایت کبین ها رو امپتی کنه، با هر دلیلی میتونه داشته باشه، ولی سری برای شما انجام میده و کلن همه چیزو پاک میکنه تو ریسای کلبین ها، چه ریسای کلبین اول چه ریسای کلبین دوم. این نکته رو باید در واقع در نظر داشته باشید. خب امیدوارم که این بحث در واقع برای دوستان مفید بوده باشه. ممنونم از وقتی که گذاشتید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.